سلام عليكم و رحمت الله اعوذ بالله من شیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على و والسلام و سيدنا ونبينا سیدنا و محمد و علا اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضی بهم نتبلا و من اعدائهم نتبرع الى الله خدای متعال ان الله که دعاهای ما در خصوص ظهور حضرت حجت علیه السلام رو به اجابت برسونه و انشالله همه ما رو جزء اعوان و انصار و یاران حضرتش قرار بده قلب مبارک و نازنین امام زمان رو از همه ما راضی خوش رو بفرماید سلوات دیگری مرحمت کنیم اللهم محمد و محمد, محمد. امروز روز مباهله هست و یکی از مهمترین وقایعی که در تاریخ اسلام رخ داده و بر حقانیت اسلام بر حقانیت اهل بیت علیهم صلوات الله تأکید ویژه ای داره امروزه لذا روز ویژه ای دیده شده آدابی برای این روز تعیین شده که نشانه است بر اینکه بعضی از ایام به خاطر برخی وقایعی که درش رخ میده برجسته میشند و دارای ویژگی های منحصری میشن از جمله اون روزها روز مباهله که حالا راحت ترش کنیم همون روز مباهله است اتفاقی که در این روز میفته و در واقع باعث نزول آیاتی هم در این رابطه میشه به این هست که به گونه ای محاجه است و گفتگوی جدی است در رابطه با مسائل اعتقادی میان دو دین که در ابتدای امر ممکنه این سوال به ذهن انسان بیاد که وقتی دو دین از جانب خداست چرا اینها باید با هم مباهله کنند ولی سخن در این استش که هرگاه رسولی می آید و دین جدیدی می آورد به معنای آن است که این دین کاملتر شده و از جانب خداوند متعال بر همه لازم است که بر این دین جدید ایمان بیارند و بر اساس اون عمل بکنند لذا توقع میرفت از مردم مؤمن که وقتی عیسی نبی و آله و علیه السلام و سلام از جانب خداوند متعال مبعوث شد یهودیان و هر یک از ادیان دیگر به دین مسیح ایمان بیارند و همچنین توقع میرفت که وقتی پیامبر اکرم اسلام رو به عنوان دین خاتم مطرح میکنه تمامی ادیان و پیروان ادیان گذشته بر پیامبر خاتم ایمان بیارند لذا پیغمبر دعوتش رو برای همه مطرح کرد از جمله کسانی که یهودی بودند مسیحی بودند در مدینه و مکه حضور داشتند و پیغمبر همه رو دعوت کرد یعنی سفیر فرستاد و اونها رو دعوت به دین اسلام کرد و کسانی که پیانبر خاتم رو انکار بکنند در حقیقت هم دین رو نفهمیدند و هم به یک نوعی مقابله با فرمان الهی میکنند لذا اگر پیامبری به فرض حضور داشت که بر دینی تشریع یا تبلیغ میکرد ولی از جانب خداوند متعال رسولی آمده که موظفن همه به او ایمان بیارن قطعا خود اون انبیا و خود اون پیامبر بر رسول جدید ایمان می آورد توی روایات داریم که شاید بارها شنیده باشید بالاخره ندبه خانی و اهل ندبه بودن جدای از اینکه یک لطف و یک نعمتی است که خدا شاید به هر کسی از شیعیان هم نده یعنی خب شیعیان زیادی هستند معتقد به امام زمان دوستار امام زمان ولی تعداد معدودی از شیعیان هم هستند که اهل ندبه اند خب به هر تقدیر کسانی که سالها اهل ندبه هستند دیگه قطعا اینو شنیدن که وقتی امام زمان علیه و السلام ظهور بفرمایند که انشاءالله خدا در فرجشون تعجیل بکنه با سلبات که شما میفرستید محمد و محمد و محمد و محمد یکی از اتفاقات مهمی که میافته و اهل سنت برش تأکید دارند در کتاب های متعددی این هست که حضرت عیسی نیز از جانب خداوند متعال خدمت امام زمان علیه السلام و سلام میرسه و جزء فرمانده های اصلی سپاه امام زمان هست و پشت سر امام زمان نماز جماعت میخونه یعنی امام و مقتداش در نماز امام زمانه خب این جدای از اینکه نکته مهمی رو مطرح میکنه که پیامبری مثل عیسی بر جانشین پیغمبر آخر زمان اقتدا میکنه و پیروی میکنه و بسیاری از کسانی که پیروان راستین و راستگوی حضرت مسیح هستند با این عمل حضرت عیسی ایمان به اسلام میارند و معتقد به امام زمان میشن جدای از این نشون میده که ایشون بر اساس تعالیم اسلام خدا رو بندگی میکنه لذا زمانی که پیغمبر اکرم مبعوث میشه چه اون کسانی که ایمان به خدا دارند که یا مسیحی اند یا یهودی و چه کسانی که ایمان به خدا ندارند هنوز به خدا به عنوان بنده خدا بندگی نمیکنند کنند نپذیرفتند اونها نیز لازم هستش که به دین اسلام گرایش پیدا کنند و ایمان بیارن لذا پیغمبر دعوت عمومی میکنه برای همه اتفاقی که افتاد این بود که وقتی پیانبر اکرم ای رو میفرسته برای تبلیغ و دعوت افراد و قبیله های مختلف مسیحی های نجران پذیرش اسلام نمی کنند اما گروهی رو ارسال می کنند خدمت پیغمبر در مدینه و در سال دهم هجری اینها خدمت پیامبر اکرم می رسند و شروع می کنند سخن گفتن و حرف زدن و شبه پراکنی حرفهای زیادی زدن از جمله اینکه گفتند که آیا شما کسی رو سراغ دارید که بدون پدر متولد شده باشه و منظورشون این بود که چون عیسی پدر ندارد و بدون پدر متولد شده و این امر غیر معموله بنابراین ایسا خدا یا ابن الله فرزند خدا پیامبر اکرم هم فرموده بودن که ما نه تنها سراغ داریم که عیسی پدر نداشت بلکه سراغ داریم که آدم نه پدر داشت نه مادر داشت دیگه این چیزی اتفاقیه که تاریخ میدونید دیگه اگر عیسی علیه السلام پدر نداشت آدم نه پدر داشت نه مادر داشت و خداوند او رو خلق کرد چطور شما درباره آدم قائل به الوهیت نیستید ولی درباره عیسی قائل به الوهیتید در صورتی که اگر پدر نداشتن مزیتی است که او رو الله میکنه یا پسر خدا میکنه آدم که نه پدر داشت نه مادر و چرا اون رو الله نمیدونید چرا قائل به الوهیت اون نیستید سخنان تو این زمینه زیاد شد و اونها در مقابل پیغمبر اکرم سخنی نداشتند حرف زیاد زدند برای بعضی ها شبهه ایجاد کردند ولی پیغمبر پاسخ اونها رو داد ولی اونها نپذیرفتند لجاجت کردند دیدید بعضی ها در مقابل حق چقدر آدم های لجبازی یعنی میدونه حق چیه ها ثابت هم میشه حرفم میزنن دلیلی هم دیگه ندارن جوابی هم دیگه ندارن ولی اصرار دارن رو اون چیزی که باور دارن روش پایبند بمونن دست از باطلشون بر نمیدارن هر کاریشون میکنی دست از باطل بر نمیدارن اینا کسایی هستن که حتی قرآن گاهی اوقات میفرماید که اینا رو ولشون کن دیگه انقدر براشون وقت نذار خدایی که این همه بندگانش رو دوست داره پیامبران رو فرستاده برای اینکه انسانها رو آگاه کنند و به سمت حق ببرن گاهی همین خدا به پیغمبرش دستور میده ولشون کن اینا از لحاظ اعتقادی بد جوری سرطانی شدن درست بهشون نیستن ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون اونایی که کفر ورزیدن و در کفرشون اناد دارن یعنی از روی لج, لج بازی با علم کفر میورزند اینا رو بهشون انذار بدی انذار ندی فرقی نمیکنه علا السویه است ایمان نمیارن ولشون بله کن اینا رو اینا رو ولشون کن با اینجور آدم ها دیگه نمیشه با لسان منطق و گفتگو و اینجور چیزا وارد شد یه جاهایی دیگه اقتدار میخواد لازم یه جاهایی دیگه با جدیت بیشتری وارد شد بچه ای که انسان داره اول باید باش حرف بزنه دلیل بیاره حجت بیاره خوب باش، سخن بگه راهو بگه چاهو بگه ولی بعضی مقابل بچه رو هر کاری میکنی بازم مسیر خودش رو میره گوش نمیده اینجا آدم باید یه مقدار با اقتدار وارد شه یعنی یه مقدار محکمتر وارد شه نمیگم دعواها ب... نمیگم س... تحقیرها نمیگم کتک ها اینا رو نمیگم ولی یه مقدار جدی تر باید وارد چه بفهمه که اینجا بحث دیگه بحث گفتگو نیست بحث سرپرستیه پدر مادر یک وظایفی دارن نسبت به تربیت فرزندشون با حرف و منطق نشه یه مقدار مقتدرتر باید جلو برن پیغمبر اکرم هم دید که اینجوریه به دستور خدا فرمودش که حالا که شما نمیپذیرید بیاید با هم مباهله کنیم بیایید با هم مباهله کن. اینا گفتن باشه منطقه شما یه روز به ما وقت بدید بریم مشورت کنیم شور کنیم ببینیم چی کار باید بکنیم پیغمبر فرمودن که باشه برید فرحال ارزم به حضورتون فکراتون رو بکنید من دو آیه رو خدمتون الان عرض میکنم میخونم یه چند تا تحکید رو بعضی از فرازهای این آیات دارم نکات قابل توجهیه انشاءالله عزیزان حوصله کنن خیلی اذیتتون نمی کنم. هر چند سخن گفتن از اهل بیت و سخن گفتن از حقانیت اهل بیت هیچ موقع برای ما خستگی نداره که لذت داره در سوره آل عمران آیات 59 و 60 خداوند متعال در رابطه با همین واقعه که مسیحیان نجران آمدن خدمت پیغمبر و اصلا ورودشون به مدینه این سفرشون فقط و فقط برای این بود که با شخص پیغمبر مهاجه کنند با شخص پیغمبر کاری به مؤمنین دیگه نداشتن اگرچه حرفاشون تو مجلس ممکن رو مؤمنین اثر بذاره یا اونها رو هم وارد بحث بکنه اما اصل موضوع این بود که اینا خدمت پیغمبر برسند و فقط با پیغمبر در واقع مجادله کنند که بتونن حرف خودشون رو به کرسی بنشونند و ایمان نیارند بلکه اسلام رو تضعیف کنند خداوند متعال در این آیات میفرماید که ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم یعنی اینجا حجت و برهان میاره خدا ببینید وقتی یک واقعی اتفاق افتاده این واقعه در حقیقت خودش یک دلیل و حجت برای وقایع بعدی درسته یکی از مسائلی که در رابطه با طول و عمر امام زمان مطرح میکنن اینه که شما میگیم مگه میشه امام زمان اینقدر عمر کرده باشه میگیم خب چرا نمیشه حالا دلایل علمی و اینا سر جای خودش اما قبلا بارها و با بارها اتفاق افتاده چطور اونا شده این نمیشه درسته قبلا اتفاق افتاده این همه طول عمر سراغ داریم یکیش یکیش رو قرآن کریم روش تاکید کرده اونم فرموده که حضرت نوح 950 سال رسالت کرده عمر نه عمر بیشتر از هزاره از خب اتفاق افتاده بارها اتفاق افتاده تو خود قوم نوح معمرین زیاد بودن یعنی در واقع سن افراد در زمان عمر حضرت نوح سن بالایی بوده انبیایی بودن بزرگانی بودن سلمانی بوده خیلی ها بودن عمرای طولانی داشتن و به قول سید بهرالعلوم وقتی به شما بیان بگن آقا یه نفر روی آب داره راه میره اول میگید که نه بابا این حرفا چی چیه رو آبم مگه میشه راه رفت میگن آقا داره راه میره جمع میشن همه یه تعداد زیادی میرن نگاه بکنن که این چجوری از آب داره روی آب راه میره دفعه دوم وقتی بگن آقا یه نفر دیگه پیدا شده رو آب داره راه میره و میگن آره یه نفر قبلی بوده بازم میرن سومی که بیاد میگن آقا این که زیاد مهم نیست دو نفر قبلا رفتن ولی بریم جالبه برای ما چهارمی پنجمی دهمی که بره یه دی میگن دیگه خب دیگه نه نفر قبلش رفتن دیگه حالا خیلی دیدنم نداره قبلا این همه رفتن دیگه یعنی یواش یواش اون چیزی که اول غیر ممکن نشون داده میشد چند بار که تکرار شد دیگه مسئله برای حتی بعضیها عادی میشه این همه آدم های طول عمر داشتن حالا ان مثل ایسا اندلا که مثل آدم میگید که ایسا پدر نداشت بنابراین الله خب قبلا هم این اتفاق افتاده چرا اونو نمیگید که مثل آدم مثل آدمه ایسا هم مثل آدمه منتها اینا خالق نیستن اینا خدا نیستن خودشون مخلوقن خلق من تراب خداوند اونها رو از خاک آفرید همونطور که آدم از خاک آفریده شده ثم قال له کن فیکون سپس خداوند به همون خاک امر کرد که باش موجود باش موجود شد عیسی علیه السلام هم این چنینه فرقی نمیکنه با اون این یه استدلال ها. آیه استدلال محکمه که وقتی فرد میشنوه دیگه نمیتونه چون همه اونها معتقد بودن حضرت آدم نه پدر داشت نه مادر داشت اولین موجودی که خداوند از نوع بشر خلق کرد حضرت آدم بود اونم از خاک خلق کرد از گل خلق کرد و نفخت و فیه من روحی روح در اون دمیده شد زنده شد یه موجودی زنده حضرت آدم نه پدر داشت نه مادر داشت و بعد میفرماید الحق من ربک فلا تکن من الممترین حق از جانب خدای متعال و پروردگار توست پس لحظه ای از تردید کنندگان مباش بعد از این استدلال عقلی در رابطه با این مطلبی که اونها مطرح کرده بودند که گفته بودند بالاخره عیسی رو ابن الله یا خود خدا میدونستند خداوند متعال در آیه بعدی آیه شست میفرماید فرماید فمن حاج فیه من بعد ما جا من العلم خب حالا هر کس با تو در باره بندگی و رسالت ایسا اینکه او مخلوقه درباره عیسی بندگیش و رسالتش که از جانب خداست اومد با تو وارد بحث شد و اینها بعد از علمی که خدا عنایت کرده و آگاهی داده که چه وضعی است و ایسا کیه و چه جوری خلق شده و اونم مخلوقی مانند آدم بیش نیست اگر اومدن اینجا با تو بحث و مجادله کردن و شروع کردن مجادله کردن فقل بهشون بگو تعالو بیایید ند و ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفس انا و انفس اکم سم نبتلی فنج اللعنت الله علال کازبین پیغمبر اومد گفت خداوند متعال به من میگه که اگر شما باورتون نمیشه بیاید با همدیگه قرار بذاریم ند و ابنا و ابنا فرزندامون رو بخونیم و نسا انا و نسا اکم زنانمونم بخواهیم و انفس و انفس اکم خودمونم بخونیم خودمونم بیاریم ثم نبتلی بله ثم نبتهل ببخشید ثم نبتهل فنج الله علی الكاذبین کاظبین بیایم ابتحال بکنیم نفرین کنیم و در واقع قرار بدیم لعنت خدا رو بر اون دروغگو اونایی که دروغ میگن یه نکته خیلی مهمی اینجا هست که بعضی موقع ها اشتباهن حتی گفته میشه مثلا میگن که در این آیه خداوند مطال به پیغمبر دستور میده که پیغمبر بهشون بگو بیاید خانواده ها رو بخواهیم بعد شما خانواده ما رو نفرین کنیم ما خانواده شما رو نفرین میکنیم یعنی ما فرزند ما فرزندان و زنان و خود شما رو نفرین میکنیم شما هم فرزندان و زنان ما رو نفرین کنید درسته؟ ولی آیه اینو نمیگه آیه اینو نمیگه آیه چی رو میگه؟ آیه میفرماید که بیایید بخانیم فرزندان خودمون رو زنان خودمون رو و خودمون رو خودمون نفرین کنیم آیه اینه داره میگه یعنی پیغمبر میخواد بگه که من خودم فرزندان و زنان رو زنان خودمون رو من نفرین میکنم شما هم زنان و فرزندان و خودتون رو خودتون نفرین کنید هر کسی خودش خودشو فرق داره دیگه اینکه من دیگری رو نفرین کنم یا خودم خودم نفرین کنم ببین آدم وقتی میخواد دیگری نفرین کنه راحت براش مثلا تا یه چیز میشه یه چند تا بهش میگه اما اینکه آدم خودش رو بخواد نفرین کنه خانوادش رو بخواد نفرین کنه خودش با زبون خودش خیلی فرق میکنه دیگه به کجا باید برسه پیغمبر اینو داره میگه لذا موضوع موضوع مهمیه حالا ما اگر بخوایم یه چند تا نکته رو عرض بکنیم که انشالله بحث رو بتونیم به نتیجه برسونیم پیغمبر اکرم در این آیات که مطرح میشه اولا معلوم میشه که خلقت حضرت آدم مانند حضرت حضرت عیسی مانند حضرت آدم خلقت غیر معمولیه خلقت غیر معمولیه اینو شکی درش نیست به خاطر همینم هم از بعضیا دوچار اشتباه شدن به خاطر همینه خلقتش غیر معموله مثل خود امیر علیه سلات و سلام که یه کارایی کرده که غیر معموله در قلعه خیبر رو کنده شوخی یه کارای عجیبی کرده امیر المومنین بعضی هم زدن تو جاده خاکی نسبت به ایشون بعضی هم تو خود جاده خاکی زدن لذا امیر علیه السلام و سلام من چون ایام ایامیه که همش متعلق به امیر بوده و هست نمیتونم این رو نگم بعضی ها زدن به حال مشکل براشون به وجود اومده نسبت به امیر المومنین. خود حضرت هم فرمودش که حلک فی رجلان دو گروه درباره من علی به اشتباه افتادن و حلاک شدن حلاک شدن محب قال و مبغزون قال محبون غال با غین و مبغزون قال دو گروه درباره من به قضاوت غلط افتادن و حلاک شدن اون دوستاری که درباره من غلوف کرد شد علی اللهی و اون دشمنی که درباره من بی انصافی کرد و بدگویی کرد اونم حلاک شد چه این محب افراتی چه اون دشمن افراتی جفتشون هلاک شدن چون از مسیر حق خارج شدن این رو هم ما داریم میگیم آقا جان حضرت عیسی مثل حضرت آدم خلقتش غیر معموله چون معمولش چیه وقتی انسان متولد میشه یه پدر داره یه مادر داره ها همه ما پدر داریم مادر داریم پس غیر معموله که یه کسی به دنیا بیاد پدر نداشته باشه یا هر دو تاشو نداشته باشه این غیر معموله ولی این به اون معنا نیستش که چون غیر معموله بنابراین مخلوق هم نیست لذا خدا دست و روی این نق نقطه میفهمد خلقهو من تراب ما خودمون آفریدیمش درست پدر نداره ایسا ولی خودمون خلقش کردیم اونم مخلوقه اونم یه زمانی میاد یه زمانی میره اونم مرگ داره لذا اونایی که به این مسئله قائل نبودن مرگ ایسا رو هم انکار میکردن بعد ارزم به حضورتون اصلا قائل به مرگش هم نیستن ما هم قائل نیستیم که حضرت ایسا به صلیب کشیده شد ولی نوع نگاهی که اونا دارن متفاوته. اونا میگن مرد زنده شد خودش خودشو زنده کرد یعنی سه روز حضرت عیسی مرده بود بعد خودش خودشو زنده کرد خب پس سنت جاریه خداوند متعال اینه که هر انسانی نیازمنده به پدره ولی این بزرگوار و بعضی ها مثل حضرت آدم این چنین نبودن حتی نه آدم بلکه غیر آدم هم این اتفاق افتاده ناقه ساله اونم پدر مادر بی پدر مادر بوده ناقه ساله پدر مادر نداشته خداوند از اون از باب کن خلقش کرده از باب اینکه امر کرده خواسته اراده کرده ناقه ساله خلق شده از دل کوه میزنه بیرون دیگه ماجراش رو شما شنیدید بنابراین خداوند اگر بخواد خلق بکنه قال له کن فیکون دیگه در خلقتش نیازی به اسباب نداره نیازی به اسباب علل نداده من میخوام یه چیزی رو فراهم بکنم یه چیزی رو ایجاد کنم مثلا میخوام این تقویم رو این کتابچه رو مثلا ایجادش بکنم اسباب و رو باید کاملا فراهم بکنم که ایجاد بشه همینجوری نمیتونم من بگم که مثلا اراده میکنم این تقویم به وجود بیاد با این شکل و شمایل بسم الله به وجود بیا به وجود بیاد اینجوری نیست بعد برم جلدش رو تهیه کنم ورقاشو رو تهیه کنم صحاف ببینم چاپ کنم مطلب آماده کنم چنین چنان چنان انقدر بساط داره تا این بیرون بیاد ولی خداوند خلقش از این نوع بگید نیست ابتدع به قدرت هل خلق ابتدا آ وقتره هم مشیت اختراع اینا تو خود در واقع دعای اول صحیف سجادیه که حکیم بزرگوار آیت الله جوادی آمالی حفظه الله ایشون معتقد بود که معتقد هستن که این دعای اول خطبه اول خطابه عجیبیه اونجا امام سجاد میگه که خدایا بدون این که زمینه داشته باشه سابقی داشته باشه خلق کردی ابتداعا خلق کردی اینجوریه خداوند متعال ابتداعا خلق میکنه لذا نیاز به اسباب نداره خداوند متعال در خلقش قوت و ضعف نداره یعنی خداوند وقتی خلق میکنه اینجوری نیستش که یه, کسی رو، یه چیزی رو قوی خلق کنه یه چیزی رو ضعیف یکی رو کامل یکی رو ناقص نقص تو خلقت خدا وجود نداره اگر یه موقعی هم یه کسی ناقص به وجود میاد از خلق خدا نیست خدا خلقش کامله احسن تقویمه این نقایست گاهی به خاطر اون رفتارهای خود انسان هاست که به یک نوعی ظهور و بروز میکنه حالا اینا به علم الهی کار نداریم ولی خلقش بحث دیگه ایه. لذا خداوند متعال اینطور نیستش که مثلا یه موجودی رو ممکن باشه براش خلق کنه یه موجودی رو ممکن نباشه براش خلق کنه علا سویه خلق میکنه خدا اراده هم بکنه خلق تحقق پیدا میکنه از هیچی آدم خلق میکنه بدون پدر ایسا به وجود میاره خداست دیگه اگر قرار باشه مثل ما باشه که دیگه چه خدایی خداست بله ارزم به حضورتون که پس خداوند متعال اراده کرده و این اتفاقات میفته بعد برای دلگرمی پیغمبرم میفهمد الحق من ربک فعل خدا بر حال این گونه است که هوا تو داره هیچ نگران نباش بعد میایم یه تأکیدی میکنیم رو اینکه حالا خداوند متعال وقتی میفرماید که بیاید این کارو بکنیم این مباهله اصلا یعنی چی؟ مباهله از بهل یا بهل به یا ابتحال به معنای دعا کردن یا نفرین کردن چون اول به معنی نفرین کردن بعدا به معنای دعا کردن و اصرار در دعاست یعنی شما وقتی یک دعای رو انجام میدید و خیلی روش اصرار و پافشاری میکنید اینو بهش میگن ابتحال و معمولا هم به این گونه هستش که وقتی فرد میخواد مباهله کنه دستاشو به آسمون میاره انگشتاشم باز میذاره یعنی انگشت بسته نیست تو ابتحال انگشتا باز. و گاهی این دست در دست اون فردی که میخواد مباهله کنه قرار میگیره یعنی گاهی اوقات این مباهله که میخواد انجام بشه دست راست یک طرف در دست راست طرف دیگه قرار میگیره و اینها در حق یکدیگر شروع میکنن دعا و نفرین کردن که اگر کسی که باطله خدا براش عذاب رو نازل کنه خب پیامبر اکرم حرکت کرد اینا رفتن پیامبرم رفت بعد مسیحیان نجران وقتی با هم شور نشستن و گفتن بزرگشون و اسقفشون بهشون گفتش که فردا اگر محمد صلی الله علیه و سلم اگر با یارانش اومد با مردمش اومد مباهله کنید نگران نباشید اما اگر با خانوادهش اومد توصیه میکنم مباهله نکنید فرداش اینا اومدن صبح قرار گذاشتن پیغمبر اومد بعد قبلشم پیغمبر امیر و حضرت زهرا و امام حسنین رو باهاشون صحبت کرد توضیح هم بهشون داده بود فرموده بود که میریم برای مباهله من دعا میکنم شما فقط آمین بگید بعد اینا حرکت میکنن مسیح های نجران میبینن که پیغمبر داره میاد ولی چهار نفر بیشتر همراهش نیستن دوتاشون هم بچه یه دونه زن یه جوان یک زن با دو تا بچه داره میاد مباهله اینا اول تعجب کردن شاید هم یه مقدار دلگم که مثلا کسی رو نداره بعد سوال کردن از اون اهل مدینه گفتن که اینایی که همراه پیامبر شما هستن اینا کیان گفتن که اینی که دست و دست پیغمبره چون دست علی رو پیغمبر گرفته بود کنار پیغمبر اونی که دست تو دست پیغمبره او علی ابن عبی طالبه دامادش اونی که پشت سرشه دخترشه که پیغمبر خیلی خیلی او رو دوست داره علاقه بسیار زیادی به او داره اون دوتا بچه ای که جلو هستن نوادگان پیغمبر هستن این اسقف رو کرد به بقیه گفتش که مباهله نکنید به پیغمبر پیشنهاد مصالحه بدید بگید اگر میشه مصالحه کنیم بعد اسقف اعظمشون گفته بود که این پیغمبر و این چهره هایی که من دارم میبینم اگر از خدا بخواهند که کوه رو از جا بکنه میکنه تردید نکنید که این اگر در حق شما نفرین کنه زمانی نخواهد گذشت که هیچ کدوم از شما مسیحی ها روی این کره خاکی زنده نخواهید بود مباهله نکنید فقط پیغمبر که اومد جلو بسم الله گفتن یا آقا ببخشید ما اگر میشه مباهله نکنیم مصالحه کنیم پیغمبر باشون مصالحه کرد و یه قرارایی گذاشتن اونا یه تعهداتی کردن قضیه جمع کردن یعنی نتونستن حالا ببینید نکته اینجاست نکته اینجاست حالا ماجرا که مشخص داستانش رو خیلی هم شنیده بودید ولی نکته اینجاست که پیغمبر وقتی میخواد برای مباهله بیاد با هر چی که داره تو این دنیا میاد درسته؟ آدم تو این دنیا از اون چیزایی که داره زن و فرزند و خودش و پیغمبر یک دختر داره یک دختر داره طبیعیه که یه داماد مثل علی داره طبیعیه که فرزندانی هم مثل این دیگه چیزی دیگه نداره پیغمبر پیغمبر اینقدر به راهش ایمان داره اینقدر به کارش ایمان داره اینقدر به وعده خدا ایمان داره که هرچی داره میاره برای مباهله کردن مباله شوخی نیست جدیه یعنی اینطور نیستش که مثلا بگیم بر اساس تعارف اینا میان یه جایی قرار میگیرن توی بیابونی بعد دستشون بلند میکنن در حقم نفرین میکنن میگن خب نفرین کردیم مباله کردیم بریم حالا زندگیمون رو بکنیم بدیم بعدا چی میشه نمیشه که اینجوری یعنی اگر قرار باشه مباهله فقط این باشه که بیان یه نفرین کنن حقانیت پیغمبر زیر سوال میره چون اونا اومدن با پیغمبر معاجه کنن اگر پیغمبر نتونه اینجا حرفش رو به کرسی بشونه نتونه حقانیت رو خودش رو ثابت بکنه همه چیزی زیر سوال میره حتی من مسلمونم وقتی اونجا باشم به پیغمبر ممکنه شک کنم بگم پیغمبر نفرین میکنه هیچ اثری نداره هیچ فایده نداره یه نفرین کردن رفتم که چی؟ باید اثر داشته باشه پیغمبرم میدونه اثر داره اونام میفهمن که اثر داره لذا پیغمبر اکرم با کسانی میاد که این کسان این نسبت رو به پیغمبر دارن خداوند به پیغمبر دستور داده به اونا بگو فرزندانتون رو بیارید پیغمبر فرزندانی جز حسنین نداره و نمیاره دخترش رو به عنوان فرزند نمیاره ها حضرت زهرا رو به عنوان فرزند نمیاره در صورت که میدونیم دختر و فرزند پیغمبره میگه فرزندان کی رو میاره؟ حسنه این رو میاره. وقتی میفرماید نساءنا زنان رو بیاریم، پیغمبر زنانی نمیاره، فقط یک کس و یک زن که برترین زن در عالم هستیه، حضرت زهرا سلام الله علیها رو میاره. و وقتی میفرماید انفسنا جانتون رو بیارید، پیغمبر اکرم کسی که به منزله جانش رو جانش هست همراه خودش میاره. نه تنها خودش میاد علی علیه السلام که به منزله جان پیغمبر هست او رو هم با خودش میاره یه بیتی داریم بعضی موقع میخونیم هم به جان علی و جان محمد صلوات بله بارها گفت پیغمبر که علی جان من است اینجاست از این آیه گرفته شده شعرش خیلی معمولیه خیلی معمولیه ولی نکتش تو اینه انفسنا و, و انفسکمه بر اساس این آیه است علی بارها و بارها توسط پیغمبر به منظره جانش معرفی شده جانش پیغمبره لذا خود این که پیغمبر بین این همه آدمی که هستند بین این همه مؤمنینی که هستند بین این همه نزدیکان و خیشانی که پیغمبر داره وقتی میخواد مباهله بیاره فرزندانش رو فقط حسن و حسین میاره زنانش رو فقط زهرا رو میاره و جانش رو فقط علی رو با خودش میاره نشون دهنده این استش که این مستاق, ها، مستاق, این آیات فقط و فقط این بزرگوارانن همین چهار بزرگواری هستن که در خیلی جهات برای اسلام نقش آفرینی کردن و جالبم هستش که اگر کسانی که میخوان مباهله کنن پیغمبر دعا کنه اونا آمین بگن باید کسانی باشن که صد در صد نفس پاکی داشته باشن صد در صد پاک باشن شما میبینید چهار نفر با پیغمبر میاد چهارتاشون هم محسومه و جالبه که هیچ کس رو پیغمبر نمیاره چون اگر میخواد دعا کنه یه نفر در این گروه پیغمبر باشه که شیش و خورده داشته باشه یا یه جایی نقص و کاستی داشته باشه کل مباهله رو زیر سوال میبره ولی پیغمبر اکرم هیچ کس رو غیر از این بزرگواران با خودش نمیاره و این نکته هم نکته مهمیه که اگر پیغمبر مورد خطاب مسیحیان نجرانه یعنی اونا آمدن با پیغمبر حرف دارن با پیغمبر دعوا دارن پیغمبرم با اونا میخواد مهاجه بکنه و مباهله کنه خانواده دیگه چه گناهی دارن اونا رو در معرض خطر و آسیب قرار بده چون مباهله خطرناکه دیگه شوخی نیست که این رو علامه تبا طبع تبایی رزوان الله تعالی میفرمودش که خود این نشون میده که اهل بیتم در دعوی پیغمبر شریک پیغمبر بودن یعنی همان گونه که پیغمبر اکرم مخاطب این آیه است که تو مباهله کن برای حقانیت دعوتت با این مسیحیا مباهله کن در واقع یک جورایی این بزرگواران رو هم دخیل میکنه که نشون بده این بزرگواران یعنی علی و فاطمه و حسنین خانواده امیر علیه السلام و در اثبات دعوت و حقانیت پیغمبر شریک پیغمبرن نه کسانی که فقط بیان یه مشارکتی مثلا در یه مراسمی بکنن دعوت بشن بیان حالا حضور داشته باشن نه اونها هم در رسالت پیغمبر در دعوت پیغمبر نقش دارن گویی خداوند متعال مثل بسیاری از وقایع دیگه میخواد به مردم نشون بده که مردم حواستون باشه جانشین بعد از پیغمبر کیاها همونی که امروز مباهله میکنه دین شما رو میخواد نجات بده امیرون حواستون باشه خاندان اصلی پیغمبر کیا هستن اینا حواستون باشه لذا شما میبینید تو قرآن کریم رو جمع میکنم ببخشید لذا میبینید تو قرآن کریم خدا چندین بار خانواده پیغمبر خانواده پیغمبر منظورمون پنج تنه منظورمون پنج تنه یعنی پیغمبر امیر المومنین حضرت زهرا و حسنه این پنج بزرگوار در چند بار در قرآن کریم خداوند این پنج بزرگوار رو با هم مورد تحسین قرار داده و به عنوان الگو و نمونه و اصفه معرفی کرده یکیش در آیه مباهل هست آیه مباهله پنج تنن ولا غیر کسی دیگه ای نیست پنج نفرن که خداوند اونها رو تعییدشون میکنه برای مباهله آیه تطهیر پنج نفرن علا ظاهر بعدا اهل بیت هم اولاد امیر شامل عمومیت این آیه میشن ولی انگام نزول آیه آیه تطهیر خداوند متعال وقتی امر میکنه پیغمبر اکرم برحال چی کار میکنه تحت کسا پنج نفر قرار میگیرن زیر ابای پیغمبر اکرم بعد میفرماید که اللهم ان ها اهل آه بیتی خدا اینا اهل بیت منن کیان امیر المومنینه حضرت زهراس و حسن اینن اونجا ام سلمه هم بود گفت آقا ام ایمن ام سلمه بودن گفتن آقا مام گفتن نخیر شما دیگه تحت این کسا قرار نمیگیرید آیه دیگه چیه؟ آیات دیگه هم تو این زمینه هست سوره حلعتا حلعتا علل انسانه هین منده درست یوت امون ات تاهم علا حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا کیا بودن اینا؟ امیر المومنین حضرت زهرا حسنه خداوند در جا جای قرآن کریم این خانواده رو به عنوان خانواده نمونه معرفی کرده چرا؟ چون یه خانواده یه دستی هن. همراهن. همراه نمیدونم اینجا گفته بودم یا نه ولی تو کل عالم هستی بگردید یه خانواده به یه دستی و با کمالات بالا مثل خانواده علی پیدا نمیکنی بله انما یورید هم آیه تطهیر دیگه از کرد خب ببینید نکته اینجاست که این خانواده خانواده پاک یه دست همراه لذا وقتی میخوان روزه بگیرن همه با هم میگیرن میخوان کاری بکنن همه با هم انجام میخوان مباهله کنن همه با هم مباهله میکنن این نشون میده یه خانواده منحصر به فرد چون خانواده امیر المومنین علیه و السلام و سلام اهمیت داره لذا روز مباهله و به این مناسبت فردا رو هم روز خانواده هم نامیدن چون این خانواده خانواده پیغمبر خانواده امیر به این زیبایی ورود پیدا میکنن در خیلی جاها اسلام و مسلمین رو نجات میدن من ارزمو تمام کنم پس روز مباهله روز بسیار مهمیه حقانیت اسلام حقانیت تشیع در این روز به اثبات میرسه اسلام تثبیت میشه اسلام حقانیتش به ادیان دیگر هم ثابت میشه و الاسلام و یعلو ولا یعلا علی ثابت میشه که اسلام برتر هیچ چیزی برتر از اون نیست ولی این برتری توسط چه کسانی تحقق پیدا میکنه؟ بله اهل بیت این برتری توسط اهل بیت تحقق پیدا میکنه خود پیغمبرم بارها فرمودش که لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربا این همه اهل بیت من زحمت شما رو کشیدن بهتون کمک کردن اونجایی که لازم بود جونشونو گذاشتن زحمت کشیدن تلاش کردن سختی ها رو به جان خریدن محاصره ها رو تحمل کردن مباهله کردن این همه کار کردن برای شما اهل بیت من منم هیچی از شما نمیخوام نمیگم براشون خونه بگیرید نمیگم چنین کنید چنان کنید الا المودت فیل قربا شما فقط نسبت به اینو مودت داشته باشید مودت یعنی محبت توعمه با اظهار یعنی اظهارش کنید نشون بدید که اینا رو دوست دارید نشون بدید نه اینکه تو دلا نشونم بدید من فقط اینو از شما میخوام اینم به امر خداست و الا اینم از شما نمیخواستم اینم خدا گفته قل پیغمبر بگو یعنی این امر الهیه که من به شما بگم شما فقط همینو همین داشته باش محرمم هم نزدیکه با زهراش چه کردن با امام حسن چی کردن با حسینش چی کردن تاریخ سرشار از این نکات دردآوره. یه روزی اینها میان برای نجات مسلمین مباهله میکنن جونشون رو میذارن یه جایی امیر علیه السلام و سلام لیلت المبید جای پیغمبر میخوابه جانش رو میذاره تا پیغمبر زنده به نجات پیدا کنه اسلام نجات پیدا بکنه یه جایی هم اتفاق میفته اشقل اشقیه شمشیری بر فرق علی میزنه بالای منبرها سب علی لعن علی میکنن یه جایی هم پیدا میشه بدن متحر امام حسن علیه السلام در تابوت رو تیرباران میکنن اجازه تدفین کنار پیغمبر نمیدن کسی که فرزند پیغمبره بر اساس این آیه فرزند پیغمبره بر اساس این آیه پاکترین فرزندان هستین کنار پیغمبر اجازه دفن نمیدن اما دردناکتر از همه